با عرض سلام، امروز همونطوری که قول داده بودم راجع به یه ویدیویی راجع به مشکلات بویایی در کرونا قرار شدش که در خدمتتون باشیم. تو این چند وقته اخیر تعداد زیادی در واقع ما مراجعه کننده داشتیم که بعد از یه سرماخوردگی دچار اختلال بویایی شده بودن و از ما راهنمایی میخواستن. من در کل سعی میکنم اول به صورت کلی راجع به مشکل بویایی صحبت کنم و بعدش در مورد کرونا میام بحث میکنم. قبل از هر چیز من سه تا علامت رو باید اینجا صحبت کنم. یکی آنوسمیه، یعنی اینکه بویایی کامل از بین رفته و هیچ حسی نداره. یکیش هایپوسمیه، یعنی اینکه بیمار میگه من بو رو متوجه میشم ولی کم شده. و سومیش پاروسمیه. پاروسمی به این صورتی خدمتتون هست که یه بوهای آزاردهنده ناگهانی متوجه میشم. مثلا دو تا مریض من جدیداً داشتم، یکیشون میگه من ناگهانی هر چند ساعت یه بار بوی اسید متوجه میشم. یکی دیگه میگفتش که من بوی گندیده در واقع هر چند ساعت یک بار داخل بینی متوجه میشم. حالا در کل اگه اول بخوایم بحث کنیم راجع به فیزیولوژی بویایی بگیم، این مولکول های بو از دو راه وارد حفره بینی میشن، از راه قدام سوراخ های بینی و یکی دیگه وقتی مواد غذایی در داخل دهانمون جویده میشه از خلف وارد حفره بینی میشن، به طرف گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی میرن و اونجا این حس بویایی رو ایجاد میکنه، سنس میشه و ما متوجه بو میشیم. حالا اگر بخواد اختلال ایجاد شه دو راه وجود داره، یا اینکه مسیر هوا به اون گیرنده ها مختل شه، مثل انحراف شدید، مثل در واقع پولیپوز شدید. معمولا اینا هایپوسمی میدن، یعنی اینکه وقتی که میاد راه مقدار هوایی که میره رو کم میکنن و بالاخره یه مقداری هوا میرسه و یه مقداری بویایی کم میشه. آنوسمی خیلی کمه. یا اینکه اون گیرنده ها تخریب میشن. توی وقتی گیرنده ها میخواد تخریب شن دو تا علت عمده معمولا داشتیم. یکی علتش تروما بود، تصادف کرده، کسی میاد تصادف میکنه، خط شکستگی از اون محل عبور میکنه و باعث تخریب گیرنده های بویایی میشه. دومی علتش خیلی وقتا مریضا میومدن میگفتن ما سرماخوردگی داشتیم، بعد از سرماخوردگی بویاییمون از بین رفت. اینکه با چه مکانیزمی ویروس باعث تخریب میشه حالا بحث های متفاوتی. وقتی چه این مریضایی میان یه راه تشخیصی وجود داره که خارج این بحثه، و یه درمان مریضی که اختلال بویایی پیدا کرده شامل چی هست. همونطوری که میدونین کسایی که در واقع وقتی عصب تخریب میشه شانس بازسازیش کمه، ولی در مورد عصب بویایی خیلی جهاز ذکر شده تنها عصبیه که شانس بازسازی داره تا یه حدی. معمولا درمان هایی که ما میگیم یکی اسپری های سالینه، معمولا بهتره بالا به خاطر آلودگی این سرم های 1 لیتری رو استفاده نکنیم. اسپری هایی که نورمالسالینه برای شستشوی بینی، بیایم هر 4 ساعت داخل بینیتون حفره راست و چپتون دو پاف سه پاف بزنید تا شستشو صورت بگیره. دومیش اسپری کورتونه، اسمای مختلفی داره، فلومیس، لیکسونیز و مختلف هستش، حالا بر حسب اون داروخونه ای که میرید. هر 12 ساعت دو پاف راست و دو پاف چپ استفاده کنید. سومین چیز مولتی ویتامین ها هستن که میگن کمک میکنه به بازسازی. مولتی ویتامین هایی که روی داشته باشن به نظر میرسه بهتر هستش استفاده شه و این سه تا درمان در واقع سه تا درمان اصلی ما هستن. سوالی که معمولا مریض ها علمان میکنن اینه که بالاخره چی میشه؟ همونطور که خدمت رو عرض کردم وقتی تخریب عصب داشته باشیم معمولا پیشاگهی ها ضعیفه. اگر بخواد برگرده معمولا 90%شون تو ماه اول برمیگردن و معمولا گفته میشه اگر بیش از 6 ماه اول در 6 ماه اول بهبود حاصل نشد دیگه شانس معمولا وجود نداره. قسمت بعدی که باید صحبت کرد راجع به ریهابیلیتیشن یا نوتوانی بازتوانی ایناست. اونایی که در واقع حس بویایی دارن شاید متوجه اهمیت حس بویایی نشن و فکر کنم ما راجع به حس بینایی، راجع به شنواییمون خیلی واضح میدونیم چه اختلالی، ولی بویایی رو این تجربه رو نداریم. ولی اونهایی که بویاییش مختل هستش خیلی واضح متوجه میشن چقدر اهمیت داره. سه تا چیز هستش که من بهتون توصیه میکنم شما که مشکلات بویایی داری پیدا کردین. یک، معمولا خانمای خانه‌دار وقتی غذا دارن میپزن واسه سوختگی اگر بخواد بشه از طریق حس بویایی متوجه میشن و جلوشو میگیرن. وقتی شما حس بویایی نداشته باشین این سوختگی منجر به آتش سوزی میشه تا متوجه بشه خانم خانه دار. به خاطر همین الارم هایی هستش، اسموک الارم، که به در واقع دود حساس هستش و باعث میشه که متوجه بشن.
بهتر اینا این الارم ها رو داشته باشن. دوم این که اینا با معمولا ما با گاز طبیعی پخت و پز میکنیم. اگر گاز باز باشه معمولا بوی گاز رو متوجه میشیم، جلوش رو میگیریم، ولی اینا چون متوجه نمیشن باعث خفگی و آتش سوزی میشه. بهتره اینها به جای گاز طبیعی از وسایل الکتریکی برای پخت و پز که این روزها هم شایع است استفاده کنن. پس سوم موضوعی که در واقع اینا باید توجه کنن، این مواد غذایی مثل شیر، لبنیاتی که استفاده میکنن یک تاریخ انقضا داره. ما معمولا وقتی میخوایم چک کنیم بوش خیلی برامون اهمیت داره. اینا چون فاقد این حس هستن باید تاریخ انقضا رو خیلی بهش در واقع اهمیت بدن. قبل از اینکه برم بحث کرونا، همین راجب این حس چشایی بهتره یه مقداری هم صحبت کنم. خیلی از این مریضا میان میگن همزمان حس چشایی ما هم مشکل پیدا کرده، ولی معمولا ما قبلا داشتیم بعد از آنفولانزا کمتر از بویایی، ولی یه مقداری تخریب گیرنده‌های چشایی. ولی وقتی همزمان حس بویایی و چشایی هستش، بیمارا متوجه یک نکته ای نمیشن که این یک همکاریه که بین حس چشایی و بویایی ما وجود داره. حس چشایی فقط به ما میگه که همون ماده‌ای که در داخل دهان ماست شور، تلخ، شیرین یا هر چیز دیگه ای از این چیزای مزه‌ها. ولی حس بویاییه که نوع ماده رو تعیین می‌کنه. یه مثال میزنم تا متوجه بشیم. مثلا وقتی ما قهوه رو میذاریم داخل دهانمون، حس چشایی ما میگه تلخه، ولی این حس بویایی ما میگه قهوه است. حالا بعد از این مشکل یه تجربه جدیدی دارن این مریض. اگه قهوه رو بذارن داخل دهانشون خواهی میگن یه حس تلخ دارن حس میکنن، نمیتونن متوجهشن که این قهوه است یه چیز دیگه است، و به خاطر همینه میان میگن ما چشاییمونم مختل شده. در این قسمت حالا میخوایم بریم سراغ کرونا. در مورد کرونا توی فوریه یه گزارشی در واقع مشترک بین WHO و چینیا اومدن یه گزارشی دادن، جمع‌بندی کردن، علائم رو گفتن. وقتی علائم رو گفتن، یه چهار تا علامت اصلی کرونا رو که گفتن، بقیه علائم هم به ریسک گفتن، حتی علائمی که زیر 1% بود هم ذکر کردن، ولی هیچ علامتی از کاهش بویایی ذکر نشد. همین در واقع اطلاعات و وزارت بهداشت ما هم استفاده کردش و تو الگوریتماشون توی اون فلوچارتاشون اون اطلاعات رو دادن. توی 13 اسفند هم این فلوچارتی که اومد جز علائم، بازم اختلال بویایی ذکر نشد. توی 18 اسفند دوباره فلوچارت دادن که توی اون اومدش همین مورد رو ذکر کردن، یعنی گفتن که گزارشات زیادی به ما رسیده که مشکل بویایی مریض ها پیدا کردن که جدید بود، در حالی که اصلا در چین ما چنین چیزی رو نداشتیم. و ما در واقع باید منتظر باشیم توی آپدیت های بعدی ببینیم چه چیزهای جدیدی راجع به بویایی ذکر میشه با توجه به گزارش ها. وزارت بهداشت در واقع یه سری الگوریتما تعیین میکنه که وقتی یه مریضی میاد بر اساس اون چهار تا علامت اصلی چجوری ما اینا رو منیج کنیم، چجوری در واقع یک رویه مشترکی در تشخیص و درمان داشته باشیم. اون چهار تا علامت فارنجیت یا گلو درد، سرفه خشک، تبه و تنگی نفس. اکثریت مریض هایی که ما میبینیم مریض هایی هستن که سرفه خشک دارن، یه گلو درد دارن، تب دارن یا ندارن، ولی معمولا بیماری زمینه ای ندارن. اینا اکثریتشون توی این الگوریتما میرن به این سمت که باید ایزوله شدن در خانه به مدت 2 هفته به اضافه درمان ساپورت، درمان حمایتی انجام بگیره. یادمون باشه که این ایزولیشن در واقع برای خود مریض نیست، برای اینکه اینها رو دور کنیم از افراد سالمندی که والدینشون، نزدیکانشون یا کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن و در صورت مبتلا شدن ممکنه برای جونشون خطر داشته باشه. اگه دقت کرده باشین توی این الگوریتم‌ها جایی برای از بین رفتن حس بویایی هنوز در واقع توصیف نشده و احتمالاً تو آپدیت‌های بعدی وزارت بهداشت خواهد اومد. ولی تا اون موقع به نظر من بیشتر مریضایی که میان معمولا مریضایی هستن که میگن ما یه سرماخوردگی خیلی جزئی، گلو درد کم، یه کمی سرفه داشتیم و ناگهان بویاییمون از بین رفت. بیشتر مریضایی که من باشون برخورد داشتم، من معمولا تنگی نفس و اینجور چیزا درشون دیده نشده. توی این مریض ها به نظر من فکر میکنم باید اینها رو مثل سرفه خشک باشون برخورد کرد، مثل سرفه خشک و فارنجیت. یعنی اگه کسی اومد فقط کاهش بویایی داشت و هیچ مشکل دیگه ای نداشت، کاهش بویایی ناگهانی یک دفعه پیدا کرده در چند هفته اخیر، باید این رو ایزولیشن 2 هفته رو 100% براش در نظر بگیریم. در واقع کرونا براش محتمل هستش و بعد 2 هفته ایزوله بشه.
و درمان حمایتی. اگر تب داشته باشه، اگه بیماری زمینه‌ای نداشته باشه باز هم همینطور، یعنی باید 2 هفته ایزولیشن. ولی اگه بیماری زمینه‌ای داشته باشه اون موقع سی تی ری هم باید انجام شه. اگه تنگی نفس داشته باشه که اصلا باید مرکزی که تعیین کردم مراجعه کنه و تصمیم در اونجا براش صورت بگیره. این در واقع خلاصه‌ای بودش از اطلاعاتی که تا الان ما در اختیار ما قرار گرفته و سعی کردم در خدمتتون باشم. در آخر یه خواهشی ازتون دارم. با توجه به اینکه ما اطلاعات رو از چینی‌ها گرفتیم، بعدش ما در اختیار ما قرار دادن و ما هم به عنوان یه مرکز اپیدمی باید این اطلاعات رو جمع‌بندی کنیم و بتونیم تو همین آپدیت‌های جدید بیاریم برای کشورهای دیگه هم مورد استفاده. من از تمام کسایی که در واقع هایپوسمی، آنوسمی، کاهش بویایی مشکلات رو دارن میخوام در قسمت کامنت بیان یه سری اطلاعات رو بذارن. من تو کپشن اینا رو نوشتم، سنشون، جنسشون، اون 4 تا علامت رو داشتن نداشتن، تنگی نفس، فارنژیت، سرفه، تب، اینا رو داشتن، یه سری علائم همراه دیگه است که اونا هم تو قسمت کپشن در واقع توضیح دادم براتون که اونا رو بنویسید. یه فایده‌ای که داره در واقع میتونیم ما این اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم، شیوعش که بروزش در واقع چقدر هستش، بروز این بعد از کرونا آیا غیر طبیعی هستش، و اینکه تو آپدیت‌های جدید باید ببینیم آیا راه تشخیصی درمانی آیا چیز خاصی هستش میتونیم استفاده کنیم. و علاوه بر اینکه حالا در هر حال به علم کمک می‌کنین، باعث میشه که اگر چیز جدیدی هم باشه از نظر تشخیص درمان و این جور چیزها از طریق همون آیدی اینستاگرامتون باهاتون در تماس باشیم بتونیم شما رو در جریان آپدیت قرار بدیم. من که یکمی طولانی شد معذرت میخوام، امیدوارم همیشه سلامت باشید. ممنون.